سال صبح بوده که در اکثر یک حادثه دلخراش او را صدا در دست داده. قتل او را صدا تا چگونگی قتل وی هموطنان عزیز در این ویدیو در مورد خبر متاثر کننده قتل او را صدا دختره که خیلی های شما با چهرهش آشنایی دارید میپردازیم و در مورد چگونگی وفات آن معلومات میدهیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراه بوده ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما بخبر نمانیم. هموطنان عزیز، از شب گذشته بدین سو خبرهایی از وفات هوراسودا در صفحات اجتماعی دست به دست می شود. گفته می شود هوراسودا وفات کرده، اما چون منابع معتبر این خبر را تایید نکرده بود همه فکر می کردیم این خبر فقط یک شایعه است. اما در کمال ناباوری متاسفانه این خبر حقیقت داشته و هوراسودا دیگر در بین ما نیست و به ابدیت پیوسته و خداوند روحش را شاد داشته باشد. و هموطنان عزیز، شما هم برای روح شاد هوراسودا دعا کنید. و اما هوراسودا چگونه مشهور شد و چگونه به قتل رسید؟ هموطنان عزیز، هوراسودا و نامزدیش با لطیف رازبان در زمان جمهوریت از طریق کانال کابل فنز به شهرت رسید و تا یک مدت اینها در کابل فنز کار میکردند. اما این که نامزدیشان واقعی بود یا صرف برنامه یوتیوب دقیق معلوم نیست. اما بعد چند مدتی خبر جدایی هوراسودا و لطیف رازبان نشر شد و لطیف رازبان هنوز هم در کابل فنز مشغول کار است. اما خانم هوراسودا بعد جدایی با لطیف رازبان به کشور ایران مهاجرت کرد و دوباره به کشور برگشت و گهگاهی در یک کانال یوتیوب به نام استار فنز مشغول کار بود، اما زیاد فعال نبود و بیش از دو ماه می شد که اصلا در این کانال نیز فعالیت نداشته و هیچ ویدیویی نشر نکرده است و دین نواخر از خانه که قبلا زندگی می کرده نیز کوچ کرده و منطقه دشت برچی نقل مکان نبودن. اما زمان زیادی در خانه جدیدشان نمیگذرد که به قتل میرسد. اما چگونه؟ هموطنان عزیز، چون خانم هورا جوان بودن و مرگ طبیعی در صورت سالم بودن وفات نمیکرد قطعا به قتل رسیدند. اما در مورد قتل خانم صادات خبرهای تایید نشده به دست ما رسیده که گفته میشود خانم صادات توسط شخصی شب در غذایش زهر انداخته شده و بعد خوردن زهر وضعیتش خراب میشود و در نزدیک صبح روز دوشنبه جان میبازد و به ابدیت میپیوندد. و مرگ خانم صادات واقعا یک ضایعه بزرگ است که یک دختر جوان که صبحها آرزو داشت به ناجور مردانه به قتل برسد. و متاسفانه اینچنین قتلها در کشورهای او در کشور ما زیاد رخ میدهد و به بازپرسی صورت نمیگیرد و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی قاتلین هوراسودا را پیدا و به پنجه قانون بسپارد و قانون اسلامی را اجرا کنند. هموطنان عزیز، شما در این مورد چی نظر دارید؟ نظر خود را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و سپاس از اینکه ما را تا آخرین ویدیو همراه نمودید. برای یک از ویدیوهای آینده ما حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. بدرود.